And I'm sorry to say it even contains pornography. بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت هشتم سخنرانی دکتر زاکر در قطر، یک مرد عیسوی سوال میپرسد که دکتر زاکر مجبور میشود حقایق انجیل را بیان کند که در انجیل کتاب مقدس عیسویت چی چیزهای نوشته شده است، حتی در مورد پورنوگرافی. و عکس العمل این مرد عیسوی بعد از این سخن دکتر زاکر چی خواهد بود؟ در ادامه ویدیو با ما همراه بوده، این ویدیو را حتما لایک نمایید. نام من والیس مایگو است. والیس، آیا باور داری که یک خدا وجود دارد؟ من باور دارم که یک خدا وجود دارد. آیا باور داری که عیسی خدا است؟ من باور دارم که عیسی پیامبر و پسر خدا است. درست است که پیامبر خدا است. پیامبر خدا و همچنان پسر خدا. پسر خدا به معنی پیامبر باشد مشکل نیست، اما او خدا نیست. انجیل گفته که او پسر متولد شده خدا است. اما اگر شما خوانده باشید قسمی که برایتان گفتم برادر والیس، مرجعی را که شما بیان میکنید او در گاسپل آف جان سوره 3 آیه 16 میباشد که گفته است روح خدای جهان تنها تولد پسرش را به خود اختصاص داد. هر کس که به او ایمان دارد نمیتواند بمیرد، اما اکنون زندگی ابدی دارد. اگر شما نسخه تجدید نظر شده را بخوانید که توسط دانشمندان برجسته احیا شده است و توسط 50 شرکت وسیع و مختلف حمایت شده است، آنها گفتند که این کلمه متولد ساخته شده و درون یابی شده است. پس اگر شما بگویید که پسر متولد شده، این ترکیب شده است. اگر شما بگویید که پسر خدا معنی پیامبر خدا را می دهد، هیچ مشکلی نیست. پس اگر شما باور داشته باشید که او یک شخص خدایی باشد، ما هم باور داریم که عیسی مسیح علیه السلام یک شخص دوست داشتنی نزد خدا بود. اما او خدا نبود، او یک پیامبر خدا بود. با معذرت دکتر نایک که با شما اختلاف دارم، چون من دلایل خود را دارم. من دو سوال دارم که می خواهم حالا بپرسم. بله برادر، پرسیده می توانی. سوال اول من در مورد اسلام و عیسویت است. اما ما می دانیم که عیسویت 2000 سال قبل شروع شده بود و همچنان اسلام 1400 سال پیش شروع شده بود. آیا شما می توانید مهربانی کنید و برای من و یا هر کسی که شک دارد واضح بسازید باور شما در مورد این دوره چیست؟ از زمان مسیح تا شروع اسلام، آیا شما باور دارید افرادی که در آن وقت زندگی می کردند مطابق به همان وقت قضاوت می شد یا مثل که ما بعد از اسلام آمدیم؟ برادر سوال کرد که به نظر آنها عیسویت 2000 سال قبل آمده بود و اسلام 1400 سال پیش آمده بود. برادر شما اشتباه کردید، اسلام 1400 سال قبل نامده بود. اسلام از زمان بسیار قدیم وجود داشته است و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پایه‌گذار دین اسلام نیست، اما آخرین پیامبر است. اسلام وجود داشت از زمان آدم علیه السلام. آدم، ابراهیم، نوح، موسی، عیسی، محمد صلی الله علیه و سلم، تمامشان. پس شما یک غلط فهمی دارین که اسلام 1400 سال قبل آمده بود. این کاملا غلط است. قرآن 1400 سال قبل وحی شده بود، اما اسلام از زمان بسیار قدیم وجود داشت. در زمان موسی، شما اگر درس های موسی علیه السلام را تعقیب می کردید شما به جنت می رفتید. در زمان عیسی اگر درس های عیسی مسیح علیه السلام را تعقیب می کردید به جنت می رفتید. اما امروز شما باید درس های آخرین پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلام را تعقیب کنید که این را عیسی علیه السلام نیز گفته. قسمی که من در جواب قبلی خود ذکر کردم در گاسپل آف جان سوره 16 آیه 12 تا 14، عیسی مسیح علیه السلام گفته من چیز زیادی برای گفتن برای شما دارم، اما او اکنون نمیتواند آن را تحمل کند. برای او روح حقیقت خواهد آمد، او تمام شما را به حقیقت راهنمایی میکند. او از خود سخن نمیگوید، تمام آنچه را که عزیز برایش میگوید آن را خواهد گفت. او به من افتخار خواهد کرد. So brother, at the time of Moses we have to believe in the teachings of Moses, peace be upon him. پس برادر، در زمان موسی شما باید به درس های موسی علیه السلام باور می کردید. در وقت عیسی اگر شما درس های عیسی مسیح علیه السلام را باور می کردید، شما اسلام را در حال تعقیب کردن بودین. موسی علیه السلام پیامبر اسلام بود، عیسی مسیح علیه السلام پیامبر اسلام بود و آخرین پیامبر آن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بود. امید است که سوال شما واضح شده باشد برادر. دکتر زاکر نایک، لطفاً میشه برای من بگویید که کدام قسمت انجیل راست است و کدام قسمت آن دروغ است؟ من این را نمیدانم. میشه آقا لطفاً بگویید؟ شما سوال کردید که آیا میتوانید باور کنید که انجیل از راستی صحبت میکند و غیره.
ما باور داریم که انجیل وحی بود که برای عیسی مسیح علیه السلام نازل شده بود، اما انجیل فعلی یک مخلوط است که یک قسمت آن وحی را در بر میگیرد که توسط خداوند متعال به عیسی گفته شده و همچنان یک قسمت آن سخنهای پیامبر را در بر میگیرد و حتی یک قسمت آن سخنهای تاریخ نویسان را در بر میگیرد و من معذرت میخواهم که بگویم حتی یک قسمت آن پورنوگرافی را در بر میگیرد. پس من موافق نیستم که تمام انجیل سخن خدا باشد، یک مخلوط است. هر قسمت آن که با قرآن مطابقت کند من هیچ مخالفت ندارم که بگویم سخن خدا است، اما انجیل حتی پورنوگرافی دارد. برای مثال ازیکیل 23. If you pay me even $1,000,000 to read Ezekiel 23, I cannot read in the public. اگر شما به من $1,000,000 بدهید که ازیکیل 23 را بخوانم، آن را در محله عام خواندن نمیتوانم. بجز پورنوگرافی چیزی دیگری نیست. درست برادر؟ پس من باور ندارم که تمام انجیل سخن خدا باشد. انجیل میگوید که لوط پیامبر همراه دختر خود زنا کرده بود. من نمیتوانم باور کنم که یک پیامبر همراه دختر خود زنا میکند. به خاطر همین یک مخلوط است که سخن خدا را هم در بر میگیرد، سخن پیامبر را هم در بر میگیرد، سخن تاریخ نویسان را هم در بر میگیرد و حتی پورنوگرافی را نیز در بر میگیرد. سوال آخر من آقا در مورد مجازات اعدام است که در اکثر کشورهای مدرن غیر قانونی است. این مجازات اعدام اگر از من بپرسید این مناسب نیست. من باور دارم به این که خدای من کسی را که من عبادت می کنم و تعظیم می کنم، او تنها کسی است که حق دارد زندگی یک مرد گناهکار و یا یک شخص خوب را بگیرد. به خاطر که شما قبلا ذکر کردید که قرآن اجازه می دهد تا افراد را مجازات کنید. برادر گفت که مجازات اعدام در بیشتر کشورهای مدرن غیر قانونی است، اما در اسلام مجازات اعدام وجود دارد و برادر گفت که تنها خداوند متعال حق مجازات دارد. به همین دلیل است که فقط آن جنایتی را که خداوند متعال اجازه کشتن آن را داده است مجاز می باشد. و من برای شما یک مثال می دهم. اگر یک کس مرتکب تجاوز می شود، برایش مجازات اعدام است. برادر من از شما می پرسم، کسی بالای مادر شما تجاوز کند و تجاوز کننده در مقابل شما قرار بگیرد و شما همراه قاضی باشید، شما چی مجازات را برایش می دهید؟ من او را می کشم به خاطر که من یک انسان هستم. تو میگویی که مجازات اعدام غلط است، اما اگر یک کسی بالای مادرت تجاوز کند تو او را میکشی. چرا استانداردهای دوگانه؟ تو یک انسان هستی، ما هم یک انسان هستم. الله خداوند متعال است. او گفته که جرایم مشخصی که فساد را در جهان گسترش میدهد مانند تجاوز باید به قتل برسند. من با تو موافق هستم. من این سوال را از هزاران غیر مسلمان پرسیدم. 100% تمامشان گفتند که او را به قتل میرسانیم. بعضی ها گفتند که تا حد مرگ او را شکنجه میکنم. قسمی که خودت گفتی که او را میکشم. شما یک انسان هستین، ما هم هستم. چطور یک کس جرأت میکند که به مادر من یا مادر تو تجاوز کند؟ من با تو موافق هستم برادر. This is the law of God. این قانون خداوند است. پس برادر در این راه جرایم مشخص وجود دارد که قرآن و شریعت اجازه می دهد که مجازات اعدام برایش داده شود. اگر این مجازات از طرف خداوند باشد، من با شما موافق هستم که من و شما هیچ کسی را به قتل رساندن نمی توانیم مگر این که خداوند متعال اجازه آن را داده باشد. امیدوارم که به سوال پاسخ داده باشم. تشکر بسیار زیاد آقا. سپاس فراوان از اینکه تا حال بیننده برنامه بودید. برای حمایت از ما کافی است ویدیو را لایک نمایید و این کانال را سابسکرایب نموده علامه زنگ را فشار دهید. نظریات و سوالات خود را در قسمت کامنت باکس بنویسید. تا برنامه بعدی خداوند نگهدار.